برنامه ساعت 12:30 به وقت واشنگتن مستقیما در سراسر این کشور پخش شد. روز گذشته شبکه‌های دیگر تلویزیونی آمریکا نیز برنامه‌هایی درباره ایران داشتند، ولی این برنامه به خصوص از اونجا که در اون سوال و جواب‌های کاملا صریح و بدون پرده به عمل آمد مورد توجه بسیار قرار گرفت و درباره اون بسیار صحبت شد. ما امروز در برنامه‌ای که برای شما تهیه دیده‌ایم متن کامل این برنامه تلویزیونی رو به نظرتان میرسانیم و ترجمه مکالماتی رو که انجام شده برایتان میخوانم. توجه شما رو به برنامه میت پرس که دیروز در آمریکا مستقیما پخش شد جلب میکنم. گرداننده برنامه لارنس اسپیواک نخست شاهنشاه هاری آمی رو معرفی کرد و اولین سال رو بیل مانرو از قسمت اخبار تلویزیون NBC طرح کرد. بیل مانرو گفت: اعلیحضرت، بسیاری از آمریکاییان بر پیوندهای سیاسی نزدیک میان ایران و آمریکا ارج می‌دهند، ولی در زمینه سیاسی آن اعلیحضرت رهبری ایجاد یک انحصار نفتی بین‌المللی را بر عهده داشتند که بهای نفت را ظرف 3 سال 5 برابر کرده است. تصور می‌کنم دیروز نیز بازم صحبت از افزایش مجدد بهای نفت می‌کردید. آیا آمریکاییان حق ندارند فعالیت‌های ایران را در کارتل نفت، فشار اقتصادی شدید و غیر دوستانه تلقی کنند؟ شاهنشاه پاسخ فرمودند: آقای مانرو، باید به سال 1947 برگردیم. در آن سال بهای اعلان شده نفت خلیج فارس $2.17 برای هر بشکه بود. در سال 1959 شرکت های نفتی بهای نفت را به طور یک جانبه به $1.79 برای هر بشکه کاهش دادند. طی همین مدت بهای محصولات و کالاهای اساسی تقریبا 300% افزایش یافت. بهای $1.79 برای هر بشکه از سال 1959 تا سال 1970 تغییر نکرد. ولی طی همین مدت بهای کالاهای اساسی باز هم مرتبا بالا رفت، در حالی که بهای نفت ثابت ماند. بدیهی و طبیعی بود که کشورهای تولید کننده نفت که در برخی موارد نفت تنها منبع ثروتشان بود نمی توانستند این وضع را تحمل کنند. آنها نمی توانستند شاهد مکیده شدن خون خودشان باشند، در حالی که با درآمد همین منبع تمام شدنی که اگر به میزان فعلی استخراج شود ظرف 25 تا 30 سال دیگر به پایان می‌رسد، از دیگران کالاهای مورد نیاز خود را به قیمتی که هر سال افزایش می‌یافت خریداری کنند. آنچه که اتفاق افتاد واکنش عادی و طبیعی ما نسبت به تحمیلی بود که از جانب کشورهای به اصطلاح صنعتی جهان به ما وارد می‌شد. کاری که ما میکنیم صرفا دفاع از منافع خودمان است و مطمئن هستم که اگر امروز بهای نفت پایین نبود حتما تا کنون منابع انرژی دیگری پیدا کرده بودید. چرا در زمینه دیگر منابع انرژی اقدامی نمی کنید؟ شما هنوز حتی شروع به استخراج کالاهای زغال سنگ خود، کانهای زغال سنگ خود نکرده اید. هنوز حتی در مورد توسعه منابع انرژی اتمی خود مردد هستید. راچندان کاری در زمینه انرژی خورشیدی و دیگر زمینه ها انجام نمی شود. علتش این است که محرک و مشبق کافی برای توسعه سایر منابع انرژی وجود ندارد. ما رو پرسید: به نظر به این که کشورهای تولید کننده نفت تشکیل کارتل دادند تا متفقا به کشورهای مصرف کننده نفت فشار وارد آورند، آیا به نظر شاهنشاه کشورهای مصرف کننده نباید طبیعتا برای دفاع از خود یک ضد کارتل به وجود آورند؟ پاسخ شاهنشاه این بود که کارتل کشورهای تولید کننده نفت در واقع برای باج گرفتن و یا تحت فشار قرار دادن شما به وجود نیامده، بلکه آن را صرفا برای دفاع از منافع خود تشکیل داده ایم.
چرا؟ به این دلیل که افزایش بهای نفت تنها موجب 2% تورم در کشورهای صنعتی شده است. اشارم به اروپای غربی است. میانگین تورم در اروپای غربی در سال 1974 در حدود 14% بود، ولی آنها کالاهای خود را 35% گرانتر به ما می فروختند. بنابراین در واقع نه تنها ضرر نمی کردند بلکه حتی سود هم می بردند. به این سبب است که اغلب این کشورها بار دیگر ذخیره طلا یا ذخیره ارز خارجی خود را به میزانی که حتی بالاتر از سطح ذخیره آنها در زمان افزایش بهای نفت بود انباشته ساختند. اینها همه ارقامی هستند که از منابع غربی نقل می کنند. به این ترتیب سازمان کشورهای نفتی کارتلی نیست که برای ضدیت با کشورهای مصرف کننده به وجود آمده باشد، بلکه برای حراست از منافع ما ایجاد شده است. اگر شما بکوشید کارتل مشابهی درست کنید، کسی نمیتواند چیزی بگوید، لیکن این اقدام منجر به مقابله خواهد شد. شما نمیتوانید خطر مقابله را تقبل کنید. ما هم خواهان مقابله با شما نیستیم. آنچه که ما خواهانش هستیم گفتگو و تفاهم است و احتمالاً این گفتگو از سر گرفته خواهد شد. رابرت کتلی از وال استریت جورنال پرسید آیا علازت پیش بینی می‌فرمایند که امسال بهای نفت بار دیگر افزایش می‌یابد و به چه میزان؟ 35% شانشا پاسخ دادند آقای کتلی، ما در حدود 35% از قدرت خرید خود را از دست دادیم. در درجه اول به سبب تورم جهان، همچنین در اثر بسیار متزلزل بودن نظام پولی جهان و نیز به علت کاهش ارزش برابری دلار که بهای نفت با این پول به ما پرداخت می شود. ما در آخرین اجلاس اوپک تصمیم گرفتیم به دنیا فرصت بدهیم که جلوی تورم را بگیرد، اوضاع داخلی خود را سامان بخشد و به عوض اعتصاب به کار جدی بپردازد. این مهلت تا ماه سپتامبر پایان می‌پذیرد. از این رو در ماه سپتامبر بار دیگر اجلاس تشکیل خواهیم داد تا تصمیم بگیریم که چه باید بکنیم. واقعیت این است که ما 35% از قدرت خرید خود را از دست دادیم. آیا به این ترتیب منظور شاهنشاه این است که مایلید بهای نفت 35% افزایش شود؟ پاسخ شاهنشاه به کیتلی این است: شاید نه به این میزان، زیرا احتمالاً به مثابه یک ضربه شدید و ناگهانی خواهد بود، اما مطمئناً از منافع خود دفاع خواهیم کرد. سال بعدی کتلی درباره کنفرانسی با شرکت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نفت برای بحث در مورد مسائل نفت بسیار صحبت می شود. این کنفرانس چه ثمرات سودمندی می تواند به بار آورد؟ شانشا پاسخ می گویند اگر همه ما درک کنیم که سرانجام به جهانی نو و نظامی نوین پایدار بر انصاف و همکاری بیشتر، استوار بر این اندیشه که جهان غیر قابل تقسیم است نیاز داریم، این ثمره است که میتواند به بار آورد. نمیتوان خوشبخت زیست در حالی که سایرین نه تنها خوشبخت نیستند بلکه فلاکت زده هستند. از سوی دیگر باید گذشته را هرچند کنیم که سرانجام به جهانی نو و نظامی نوین پایدار بر انصاف و همکاری بیشتر، استوار بر این اندیشه که جهان غیر قابل تقسیم است نیاز داریم، این ثمره است که میتواند به بار آورد. نمیتوان خوشبخت زیست در حالی که سایرین نه تنها خوشبخت نیستند بلکه فلاکت زده هستند. از سوی دیگر باید گذشته را هرچند که گاهی تلخ بوده به بوته فراموشی بسپاریم. همچنین باید بدانیم که اگر خواهان پیشرفت و توسعه هستیم به کمک کشورهای صنعتی نیاز داریم. من بارها این نکته را بیان کردم و همیشه آن را تکرار می کنم که خواهان نابودی دنیای کهن نیستم. ما برای توسعه به این جهان نیاز داریم. تنها مسئله که باقی می ماند این است که برای ایجاد آن همکاری تازه و لازم میان غنی و فقیر، توسعه یافته و توسعه نیافته، چه نظامی باید به وجود آوریم؟ جوزف کرافت می پرسد اعلیحضرت، اجازه می خواهم توجه این بحث را از مسئله بهای نفت و درآمد کشور شما به مسئله مخارج محدود کنم. بسیاری از منتقدین شما می گویند که در ایران بیشتر به پرستیژ ملی و تا حدی نیز به پرستیژ شخصی رهبر کشور اهمیت داده می شود و می گویند به این علت است که ایران تا این حد برای مقاصد نظامی خرج می کند.
پی در پی بر بهای نفت خود می‌افزاید، زیرا که به حیثیت و پرستیژ خود اهمیت می‌دهد. پاسخ اعلیحضرت به این اظهارات چیست؟ پاسخ شاهنشاه این است: من خودم را خوب می‌شناسم، از این رو این گونه اظهارات را چندان جدی نمی‌گیرم. من پرستیژ را برای چه لازم دارم؟ می‌خواهم با داشتن پرستیژ به چه چیز دست یابم؟ تنها پرستیجی که خواهانش هستم تامین امنیت، سعادت و پیشرفت بیشتر برای ملتم است. این کارها را بدون این گونه پرستیج نمیتوان انجام داد. کافت میپرسد: اکنون اجازه بفرمایید به جنبه نظامی این بحث بپردازیم. تصور میکنم که مخارج دفاعی شما در 10 سال اخیر تقریبا 2000% افزایش یافته است. کدام از آن خطری که چنین افزایشی را ایجاب کرده است؟ شاهنشاه میگویند: کاش میتوانستم بسیار بیپرده درباره این موضوعات با شما صحبت کنم. نکته در اینجاست که ما 3000 سال تاریخ مدون داریم و حاضر نیستیم که پس از این قرون متمادی اکنون استقلال خود را ببازیم، زیرا فردایی حتی درخشانتر از گذشته ما در انتظار من است. آن فردا در پی فتوحات ارضی نخواهد آمد، بلکه متکی بر جامعه‌ای خواهد بود که امیدوارم از همه لحاظ کامیاب باشد. جامعه فردای ایران تقلیدی از جوامع دیگر نخواهد بود، بلکه بر خرد و نبوغ ایرانی استوار خواهد بود. بر حال همه شاهد کارهایی که خواهیم کرد خواهند بود. مسئله اینجاست که نمیتوانم علنا درباره خطراتی که فکر میکنم سرانجام در کمین ما صحبت کنم. میگویم حتی سرانجام، زیرا ما حتی نمیتوانیم بگذاریم بقای آتی برای ما اجتناب ناپذیر نباشد. اگر آینده را قبلا پیش بینی نکرده باشیم و آماده مقابله با آن نشده باشیم، تأسفی که بعدا بخوریم چه سودی خواهد داشت؟ چه سودی خواهیم برد که بعدا بگوییم اگر آمادگی داشتیم این بقای رخ نمیداد و اگر میداد میتوانستیم بر اوضاع مسلط باشیم؟ آنچه که ما انجام خواهیم داد دقیقاً همان کاری است که هر کشور مستقل مانند آمریکا، شوروی، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان برای ضرورت دفاع از خود اندیشیدند. این سال را تنها هنگامی باید با من مطرح کنید که از این کشورها نیز همین سال را کرده باشید. رابن، نماینده شیکاگو دیلی نیوز: اعلیحضرت، برخی از مقامات هندی گفتند که افزایش هایی که در قیمت های نفت داده شده پیشرفت هند را 25 سال عقب انداخته است. می دانیم که ملت های فقیر در سال گذشته با 26 میلیارد دلار کسری ذخیره ارز خارجی که رقم فلج کننده ایست روبرو شده بودند. با وجود این واقعیت چگونه حاضر می شوید بار دیگر خواهان افزایش بهای نفت بشوید؟ پاسخ شاهنشاه این است: قبل از هر چیز باید بگویم آنچه که در اینجا مطرح میکنم ربطی به نظرات من درباره هند ندارد. ایران و هند دوست یکدیگرند. هندوستان با 600 میلیون جمعیتش شاید 16 تا 17 میلیون تن نفت مصرف میکند، در حالی که مصرف هلند با 12 میلیون نفر جمعیتش بیش از 30 میلیون تن است. علاوه بر این، ما بخشی از نیاز نفت هندوستان را با قیمتی کمتر تامین میکنیم. ما فقط قسمتی از بهای نفت را از آنها میگیریم و ما بقیه طی اقساط چندین ساله به ما باز پرداخت میشود. کمک ما به هندوستان بالغ بر 1 میلیارد دلار خواهد شد و به پاکستان نیز به همین میزان کمک میکنیم. به مصر و چند کشور دیگر خاورمیانه نیز به همین ترتیب کمک میکنیم. حتی اعتبارهایی تا مبلغ 200 میلیون دلار برای احداث کارخانه کود شیمیایی به اندونزی داریم. به بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز کمک میکنیم. در سال اول اتفاق غیر منتظری در درآمد ما رخ داد. فکر میکنم برای اولین بار در تاریخ جهان ما تا 7% تولید ناخالص ملی خود را به صورت کمک بلاعوض و وام به کشورهای خارجی و حتی به کشورهای پیشرفته جهان مانند انگلستان و فرانسه دادیم. اما چرا شما ضمناً توجه نمی کنید که ما مجبور بودیم گندم را به 4 برابر قیمت بخریم؟ ما سابقاً گندم را کمتر از تونی 60 دلار می خریدیم، در حالی که سال گذشته آن را تونی 245 دلار خریدیم. سابقاً بهای روغن نباتی کمتر از تونی 100 دلار
much less than $100 a ton. We bought it up to $1,200 last year. شکر را به بهای تنی 60 دلار و یا حتی کمتر می خریدیم، در حالی که در سال گذشته قیمتی که برای آن از ما مطالبه می کردند تنی 1700 دلار بود. Price of sugar went up to $1,700 last year. These questions are منظورم شما نیستید آقای راون، ولی این گونه سوال‌ها کاملا یک طرفه است. برای اینکه معلوم شود که بهای نفت گران‌تر است یا نه، گران است یا نه، بار دیگر توجه می‌دهم که اگر نفت گران بود، حتما تاکنون مواد تازه‌ای برای جانشینی نفت پیدا کرده بودید. سال بعدی را شاهنشاه آگاه هستند که با توجه به نگرانی هایی که در مورد ژاپن، کنونی شدن ایتالیا و حتی فرانسه وجود دارد، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس جمهوری آمریکا گفتند که اگر کشورهای صنعتی با خطر خفقان اقتصادی روبرو شوند، ممکن است در مورد مسئله نفت متوسل به زور شوند. آیا هیچ گونه نگرانی در مورد احتمال چنین اقدامی ندارید؟ شانشان می فرمایند به هیچ وجه، زیرا خفقان در صورتی پیش می آید که عرضه نفت قطع شود. تحویل نفت متوقف نشده است. یک نکته را یادآور می شوند، آنها نفت را به این قیمت می خرند، ولی فعلا دولت فرانسه برای خزانه خود مالیاتی که بر هر بشکه نفت بسته است بیشتر از پولی است که ما برای تنی 1200 دلار شد. We bought it up to $1,200 last year. شکر را به بهای تنی 60 دلار و یا حتی کمتر می خریدیم، در حالی که در سال گذشته قیمتی که برای آن از ما مطالبه می کردند تنی 1700 دلار بود. Price of sugar went up to $1,700 last year. These questions are منظورم شما نیستید آقای راون، ولی این گونه سوال ها کاملا یک طرفه است. برای اینکه معلوم شود که بهای نفت گران‌تر است یا نه، گران است یا نه، بار دیگر توجه می دهم که اگر نفت گران بود، حتما تاکنون مواد تازه‌ای برای جانشینی نفت پیدا کرده بودید. سال بعدی را شاهنشاه آگاه هستند که با توجه به نگرانی هایی که در مورد ژاپن، کنونی شدن ایتالیا و حتی فرانسه وجود دارد، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس جمهوری آمریکا گفتند که اگر کشورهای صنعتی با خطر خفقان اقتصادی روبرو شوند، ممکن است در مورد مسئله نفت متوسل به زور شوند. آیا هیچ گونه نگرانی در مورد احتمال چنین اقدامی ندارید؟ شانشا می فرمایند به هیچ وجه، زیرا خفقان در صورتی پیش می آید که عرضه نفت قطع شود. تحویل نفت متوقف نشده است. یک نکته را یادآور می شوند، آنها نفت را به این قیمت می خرند، ولی فعلا دولت فرانسه برای خزانه خود مالیاتی که بر هر بشکه نفت بسته است بیشتر از پولی است که ما برای این منبع ثروت تمام شدنی کشورمان دریافت می کنیم. این ارقام که ذکر کردم ارقام رسمی هستند و من آنها را از خودم در نیاوردم. با این همه از زمان افزایش بهای نفت اقتصاد این کشورها رونق یافته است، زیرا فقط 2% از تورم این کشورها از افزایش بهای نفت ناشی شده، در حالی که کالاهای خود را 35% گران‌تر به ما می‌فروشند. اقتصاد ژاپن در سال گذشته مجددا رونق یافته است و وضع اقتصادیش بار دیگر بسیار خوب شده است. به آلمان بنگرید. وضع آلمان با 7% تورم در اقتصادش واقعا بسیار بسیار خوب است و ذخیره طلا و ارز خارجی آن بالغ بر 40 میلیارد دلار شده است. سپیواک سوال می کند، گزارش شده بود که شانشا تا یه مصاحبه در سال گذشته گفته بودند ایران ظرف 25 سال آینده پنجمین قدرت بزرگ جهان خواهد شد و پیشرفت های ایران به گونه‌ای خواهد بود که به غنای تمدن کمک خواهد کرد. ممکن است بفرمایید این ایران چه خدماتی می خواهد به تمدن بکند؟ شانشا می گویند منظور من تمدن کشور خودم بود. کاری که ما خواهیم کرد این است که جامعه ایرانی را بر اساس عدالت و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی والا قرار دهیم. دستمزدها و درآمدها را به سطحی برسانیم که کلیه مخارج افراد را به اندازه کافی تأمین کند. بسیاری از مخارج افراد با کمک دولت سبکتر خواهد شد. تحصیل تا پایان دانشگاه و در صورت لزوم حتی مطالعات پس از آن رایان خواهد بود. Level and more if necessary.
حتی غذای محصلان را در آموزشگاه ها تامین خواهیم کرد. مردم در طول زندگیشان در مقابل همه گونه حوادث بیمه خواهند بود، به طوری که از لحظه ولادت تا زمان وفات از هر گونه بیمه و مراقبت دولت یا جامعه برای زیستن به شایسته ترین و مرفه ترین وضع ممکن برخوردار خواهند شد. They will be covered by various kind of insurances or measures taken by the government or the society. اما همه این مواهب در چارچوب آزادی‌های انسانی و فردی تامین خواهد شد و مردم را در جبهه‌هایی که روی آن برچسب شما افراد خوشبخت و مرفهی اعلام می‌شوید چسبانده شده قرار نمی‌دهید. افراد جامعه آینده ایرانی ضمناً باید برای خوشبختی خود کار کنند و در تأمین آن سعی می‌شوند تا به خاطر کار و سهم خود احساس خوشبختی کنند. ایواک می‌پرسد با توجه به نکاتی که همکنون مطرح فرمودید، پاسخ اعلیحضرت به اتهاماتی که در مطبوعات آمریکا به آن اعلیحضرت نسبت داده شده چیست؟ این مطبوعات می‌نویسند که شما دارای یک سازمان پلیس مخفی هستید که بی‌رحمانه فعالیت مخالفان سیاسی شما را سرکوب می‌کند. این مطبوعات اضافه می‌کنند که در حدود 40,000 زندانی سیاسی در ایران وجود دارد و صدها تن از مخالفان سیاسی شما به قتل رسیده یا تا سرحد مرگ شکنجه شده‌اند. پاسخ شما به این اتهامات چیست؟ شانشان می فرمایند این اتهامات فقط در مطبوعات آمریکا درج نمی شود بلکه در بسیاری جاهای دیگر نیز به چشم می خورد. مسلماً برای من پاسخ دادن به این اتهامات آسان است و می توانم بگویم که این اتهامات صرفا تبلیغات کمونیستی است که به گوش برخی از مردم رسیده و یا چاپ شده است. اولا حتی 3,000 زندانی سیاسی هم در ایران وجود ندارد و در واقع این ادعا هم نمی توان زندانی سیاسی به شما را برد، زیرا همه آنها تروریست هستند. آنها علنا می گویند که مارکسیست هستند، برخی از آنها می گویند مارکسیست های اسلامی هستند. بنابراین می توانید حدس بزنید چگونه افرادی هستند. آنها هر کس را که دستشان برسد به قتل می رسانند، با مسلسل و نارنجک دستی به خیابان ها می روند و مردم بیگناه را درو می کنند. آنها حتی از کشتن کودکان خردسال هم با ندارند. هر بار مردم عادی، راننده های تاکسی و رفتگران که از جنایات این افراد به خشم آمدند به تعقیب آنها پرداختند و برخی از همین مردم بیچاره به وسیله سلاح های همین آدم کشان در خون خود غلطیدند. And some of these people, poor people, have been cut down to people. And some of these people, poor people, have been cut down to pieces by those terrorists. که شما بخواهید چه نخواهید، ما اجازه نخواهیم داد چنین وضعی در کشور ما وجود داشته باشد. این کشور متعلق به ماست و این جامعه جامعه ماست و جامعه ایرانی وجود این خرابکاران را تحمل نمی کند. اما طور که گفتم مسئله مخالفان سیاسی در میان نیست. آنها مارکسیست هایی هستند که می دانند در جامعه ما برای آنون جایی نیست، چون نمی توانند نظر خود را به مردم تحمیل کنند. ما به اقدامات و تدابیری دست زدیم که در پاره موارد حتی پیشرفته تر از برخی کشورهای سوسیالیست اروپای غربی است. آنها چیزی عرضه نمی کنند که مقبول مردم ما باشد. به این سبب است که به اقدامات تروریستی متوسل می شوند. بنابراین می توانید بفهمید که چرا می گویم حتی 3,000 نفر هم در زندان های ما نیستند و این امر حقیقت دارد. یک تروریست نمی تواند بهتر از آنچه که در کشور ما با او رفتار می شود انتظاری داشته باشد. ما این گونه افراد را تحمل نمی کنیم. آقای مونرو سوال می کند قبل آیا تغییری که شما در کشورتان دادید و سیستم دو حزبی را تبدیل به سیستم یک حزبی کرده اید اتهامات کسانی را که میگویند کشور شما از دموکراسی دور می شود و به دیکتاتوری سوق می یابد تایید نمی کند؟ پاسخ شانشاهی است. این حرف مسیحی است، زیرا همین افراد می گفتند که حزب طرفدار دولت حزب بلگو بود و حزب مخالف حزب البته بود. اکنون همه عضو حزب جدید هستند. می دانید که در انتخابات آینده ایران که به زودی انجام می شود 6,700 نامزد انتخاباتی شرکت می کنند. برای هر حوزه انتخاباتی 2, 3, 4, حتی 5 کاندیدا خواهد بود. مردم می توانند کاندیدای مورد اعتماد خود را انتخاب کنند. واقعا به این نحوه است که برخورداری از حد اکثر آزادی در کشور ما